د لوی او باحون کی چښتن په نومه ان زه افتخار استرم چې باه شما صحبت نکرم مخصوصن سې دلیل اومدهس یەک مکتب استقلال جايس چې مدهو جالف و بوره یاد گرفتم او نتیجه چیست الف و بوره یاد نگیرین اگر نس مسلمانو ارزندگیتون مشکل مشه دوم, امروز نسل جوان افغانستان دایي جوزور داره وايي نسل ک افغانستانه بسوبت صلحا و رفاه را رسون نو درېسه و افرا د دګي سرشناسي کې د 10 سالي گذشته به وجود اومدن کسایيست کې دنیا از ino خبره نداره شما ا اف تصویره افغانستان از دو نسل است که در 1980 و 1990 به وجود آمده بودند. شما نسل استین که باید تصویر افغانستان به صورت بنیادی تغییر بدید و سه جای نهایت خوشی است بر ما که آقای کریس اندرسن دوست بسیار نزدیک ما که در کابل جو جوانی خود تیر کده بود و پدرشان شفاخانه نور بنیاد گذاشته بودن تشریف دارن از این جهت برنامه پروگرام ما تغییر دادم تا بتانم امرایشون باشم و مې خپله سپیشونه استقبال کوم به شک شرط دا فېډګا اورګان ډارسن باید خانومه خوده جاکلین نووګراد بیاره چې جاکلین نووګراد اصلا متخصص موضوعه است کآل سرش صحبت میکونیم درسته است <applause> <laughs> آسپش قلب بگیرین ای خانوم نه خوشتان مې چون مخصوصا خايرو د خلکو د دخترو مکه دی چې وجود داره جای امید مو است افغانستان واختي که از تشبص صحبت میکونید از چی صحبت میکنیم؟ شش نوع تشبس باید فرق کنیم. اول تشبس فردی است نمونه تشبس فردی کیست؟ اطفال آشیانه که روز دو ساعت درس میخوانند و روز هشت ساعت کار میکنند اینی تشبس است چون بدون پنجاه افغانی یا شست افغانی یا چل افغانی که اینا پیدا میکنند خانوادهشان گرس نخواد ماند. دوم تشبس تشبس شرکت ها یا نهات نمونه از در افغانستان تبسم است. بیس شرکت. تبسم شرکت است که امروز چل هزار تن کشمش پاکه در بازارهای اروپا و امریکا صادر میکنه. دولت افغانستان ذره به این شرکت توجه نداشته یا تشویق نداشته اما نشان میده که در افغانستان یک اقتصاد سالم حقوقی به وجود آمده میده تبسم تانسته تمام میارای بنلی را رعایت کنه و رقابت کنه و روز به روز صاحب خود وسیتر بسازه نمونه سوم تشبس حلقه است حلقه به این معنی که یک قسمت شرکت ها و نهاد ها با هم یک جای میشن تا فرهنگ تشبص به وجود بره. در اینجا ما مشکل بنیادی داریم در دا افغانستان آقای روش برتان یک مثال دادن از معرفت به حیث یک نهادی که تشبس داره اما تبسم و معرفت با هم ارتباط نداره و ارتباط اردوی ازی با وزارت تجارت یا مالیه نهایت یا معرف نهایت ضعیف است بنابری مثال حلقه تشبس در سیلیکون در کالیفرنیا یا نقاط دیگه است که های وسیع داده نمونه چارم شبکه است شارای ابریشم شما شنیدین شارای ابریشم نمونه یک شبکه وسیع سرتاسری بود که سرتاسر آسیا را گرفت و اگر بابور را بخوانین ببینین که کابل یکی از نقاط عمده اتصال از این شبکه بود از نگاه حلقه در افغانستان تنها یک وقت یک حلقه منظم تشبس وجود داشت و او تحت نظر آقای مجید زابولی بود بعد از او ما حلقه تشبسی را بدبختانه تقویه نکردیم پنج، پنجم تشبس در سطح دولت است سنگاپور یا مالیزیا مثال عملی تشبس است که تمام دیدگاه دولت سر تشبس متمرکز است یک دولت متشبس همیشه با تغییرات منطقوی و جهانی خود ایار می کنه. دیدگاه داره، استراتژی داره، طرح داره تا بتانه چطور از استفاده کنه. ششم القی تشبس یک القی منطقوی یا جهانی است. امروز وقتی که از جهانی شدن گپ میزنیم ارتباط ما شبکه های جهانی است که با هم دیگر در حال ارتباط است قوت یا ضعف یک مملکت دری است که با این حلقه تشبوسی چقدر ارتباط است و یا اگر از نگاه منطقه ببینیم امروز آسیای شرقی یکی از ترین مناطق دنیا است پنج سال پیش مقدار تجارت بین آسیایی از تجارت آسیای شرقی که با اروپا و امریکا که زیادتر شد بنابراین اگه شش بود تشبص در نظر بگیرین میفهمین که تعمیم راجع به بود شش بود باشه از نگاه فردی افغانستان هیچ نوع مشکل نداره ما پس مشکل ما د تاست مسئله دوم که من میخوایم صحبت کنم در قسمت اهمیت تشبس است به تشبس چرا اهمیت قائل شد؟ چرا به بیوروکراسی اهمیت قائل نشیم؟ یا چرا به یک دیدگاه رقابتی منفی اهمیت قائل نشد؟ اول اهمیت تشبس ده است که ایجاد سروت میکنه. کند سروت مشروع بدون شش بود تشبس ایجاد نمیشه دو دیدگاه در قسمت وجود داره یک دیدگاهی است که ثروت محدود است بنابری باید مجادله سر تقسیم ثروت باشه دیدگاه دوم ده است که ثروت غیر محدود است ثروت یک چیز است که تولید میشه با وجود و تغییر ثروت موجب عظیم میشه که مسائل عمده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در دیدگاه پذیرش یک دیگه در دیدگاه مسالمت و همکاری حل موضوع دوم اهمیت دوم تشبس در ایجاد یک فرهنگ تشبس است آقای نادری حتما من بدبختانه حضور نداشتم از فرهنگ زورگویی امرایتان صحبت کرد فرهنگ زورگویی و فرهنگ تشبس در تضاد است زورگویی مانایش است که مانع تشبس میشه فرهنگ تشبس مانایشی است که ما یک فرهنگ قبولیت نظریات مختلفه قبول میکنیم همکاری مهمتر از تضاد میشه سه تشبس موجب ایجاد تهداب مالی دولت میشه و تهداب مالی جامعه بدون ایجاد تشبص و فرهنگ تشبص یک دولت باید همیشه متکی به کمک بیرونی بشه و کمک بیرونی نتیجه در افغانستان دید دیدنی نه دیدین دیدره وناستنی اناله برتون معلوم میشه بین فرهنگ تشبص و فرهنگ پول باید فرق کول شو افغانستان امروز د پول غرقهس اما سرمایه تولید نمیکنه چون قسمت زیاد پولی که موجود است پول مصرفی است قیمت زمین خانه در آسمان رسیده این بدترین شاخص عقب ماندگی از این مملکت است وقتی که قیمت یک جریب زمین به یک میلیون دلار یا ده میلیون دلار دا در شهر نو مبدل میشه این بزرگترین عامل عقب ماندگی از این مملکت است نه عامل پیشرفتش چون معلوم میشه که با ده میلیون دلار چی نوه تشبس کرده میتونی هزارها نفر به کار میدازی بنابرای قیمت زمین علامه عزیز که مملکت فرصت از دست میده و اهمیت مهمتر بود آخری اهمیت چون من میخوام خلاص باشم در ارتباط جهانی ماست ما امروز در یک کره زمین زندگی میکنیم خدا از دنیا جدا کرده نمیتونیم دنیا از ما خود جدا کرده نمیتونیم و ارتباط از این چهار بود اهمیت موجب از ای میشه که آینده تحصیل خود در طور مثال دخترای عزیزم که اینجا وجود دارن باید بتانن در سطح دنیا بروز کنن سیما سمر برتان یک مثال زنده است امروز هر افغان هر جوان افغان زن یا مرد باید بدانه که محدودیت فکری نداشته باشه دنیا اقیانوستان است و ای ازی با وجود میه که ما همه شروع کنیم اینال ما میم سر موضوع سیم موضوع سیم و آخر ایست که ما در یک دورایی استیم در چی نوه دورایی استیم یک انتخاب ماییس که چهار یا چهار آسیا شویم انتخاب دیگه ماییس که خود محدود کنیم و بگوییم ما یک مملکت ماهاد به خوشکستیم بنابری ذهنیت ما خوشکست و ذهنیت خود باز نمی کنیم بیلانس شیط ما چیست؟ بیلانس بین از این دورا چیست؟ و چی باید کنیم؟ اول سرمایه پنهان ما چیست؟ یا کلمه سرمایه نگویم دارایی بگویم چون وقتی که پنهان باشه مانعیسیسته که انوز به سرمایه فعال بدل نشد اولین دارایی ما موقعیت ماست برای دو ست سال موقعیت افغانستان یک عذاب بوده بر افغانستان در سی سال آینده موقعیت افغانستان بزرگترین دارایی شده می آسیای شرقی و جنوب، آسیا مرکزی و آسیا جنوبی و آسیا غربی بدون صبات و تغییر بنیادی زیر افغانستان مرفه شده نمید آسیا 600 سال است که در جنگ است در سی سال آینده امید عزیز که جنگ آسیایی تمام شود و یک فضای بنیادی امکاری آسیایی به وجود و این بزرگترین تغییر دنیایی به وجود خود مرکز سقل اقتصادی دنیا از اروپا و امریکا تبدیل میکنه به آسیا و افغانستان باید آمادگی از داشته باشه خدا ایار دوم دارایی ما آب ماست هرچی دنیا اقلیم جهانی تبدیل شده میره اهمیت آب بالاتر شده میره افغانستان سرچشمه عمده آبهای همسایه ماست و 85 فیصد آب ما امروز به صورت غیر منظم از پیش ما میره این آب اگر تبدیل به برق شود بزرگترین تغییر منطقه و داخل بار میره سوم مادن ما سی, سی فیصد مادن ما تخمینش بین یک تریلیون یعنی هزار بیلیون تا سه هزار بیلیون دلار است هر روز مقدار تثبیت دارایی ما زیادتر میشه چار فرهنگ تشبس در افغانستان است هر کس که تا گوره خوانده یا فیلم کابلی والا را دیده میفهمه که افغان به فرد متحرک است و متشبس است در کلکته امروز یک مطلق یک بازار است انوزم که ما بینش تنها پشتو گفته میشه افغان ها در همه جای است پنجم امروز افغانستان پول است پول وافر است اما پول هست که موجب بربادی و تبایی ماست پول اس کې موجبه تقسیمه مو پول باید په سرمایه بدل شوه تا ما بتوانیم زینت بوجود بیاریم مشکل ما د چیست اوال مشکل ما مشکل زینت نه ایست ما فکر میکنیم که تا عبدل ابد باید خارجه مورا کومک کنه ای زینت غیر بربادی غیر فقر و غیر تبایي نتیجه دی نه تر هیچ مملکت کمک خارجی به صورت بنیادی به تحول نورد. بنابراین در حالی که مناسبات ما با دنیا به اساس منافع مشترک تامین شد و به صورت اقلانی نه احساساتی مد نظر گرفته شد کمک خارجی باید ایار شد و به حیث یک پل ارتباطی دیده شد نه به حیث یک گوی شیری که دوامدار باید از پیش شیر گرفته شد. سرمایه که در دا داخل تولید میشه صد چند مهم تر است. دو، ما یک قشر متعاید سیاسی نداریم که فکر اقتصادی کنیم. قشر که امروز به وجود آمده ضد تشبس است، نه کمک کننده تشابس. چرا؟ هزار نفر هر چیز در بغل خود گرفتن امروز این مملکت است که از یک طرف صد خانواده میلیونر و میلیاردر است و از طرف دیگه 98 فیصد مملکت با مشکلات اساسی جود این نسخه دوام نیست این نسخه ثبات نیست این نوع افراد و تفرید و سروت سوم سروت مشروع نشده کی اعتبار داره که امروز ثروت مشروز دهی اولین سوال تانی نیست که از کجا پیدا کردیم. باید بنابرید ذهنیت بد تغییر بید اینال میاییم ده ده سال ما مجبور نبودیم انتخاب کنیم چون مشکلات اهمیت افغانستان بین ساحه افغانستان و مردم افغانستان باید تفکیق قائل شوید اهمیت افغانستان از نگاه جغرافی افغانستان است نه از نگاه مردم افغانستان و قشر سیاسی اقتصادی که به وجود آمده امروز موجب ایجاد نفرت دنیا است نه موجب اعتبار دنیا بنابراین پس می اهمیت افغانستان از نگاه جغرافی است و اگر می که اهمیت افغانستان تبدیل کنیم به که موجب ارتبات بنيادي مردم افغانستان با مردم دنیاشه ضرورت به دیدګاید کېس ای دیدګا په چیم نه و بده میتن قسمت اول آسییس اس کې ما باید مشکلات خود تعریف کړم امروز ما مفهم انتقال موجبی چیز انتقال از یک طرف یا خطر است از طرف دیگه یک فرصت است خطر د چیز خطر دی چې هر کس ا مثل روری رو رو وارد باره میگه افغانستان رو بانین به قرن سیزده بره بچه خر افغانستان هیچ وقت در قرن سیزده نبود مکتابشو چند صفحه خسته شدم یک صفح... این بر من نشتم میکنه در یک صفحه چی نشتم میکنه آمدم در بامیان امرای یک عالم دین دیدم و کتاب خود عالم سرچپه مانده تو فارسی یاد داری که فهمی کتاب سرچپه مانده؟ ما چی وقت انگلیس توهین کردیم که تو میایی مرا توهین میکنی؟ درست است یعنی خواهی یک فضای مساوات است در فاکولتی که تو درس خوندی خواهی ده چند از او فاکولتی که در زیادتر استادش بودم مقصدی که یک مملکت تصویر خود وقت به افراد منفی میده که خودش تصویر مثبت نداشته باشه مشکل مشکل رای نیست مشکل مشکل ماست در چی مشکل ماست؟ ما شما نتانستین جنبای مثبت خود با هم ارتباط بتین شبکه بسازید بنابراین اولین پیشنهاد برتانی است یک نقشه تشبس افغانستان رو درست کنیم در هر نقطه افغانستان و ما سی و ولایت افغانستان هشتاد بار رفتیم در ظرف یک سال ما در افغانستان امید یافتیم تحرک یافتیم تقاضای تحول یافتیم اما تیت استیم پراگنده استیم اینا مبدل به های بنیادی نساختیم بنابراین اولا باید ببینیم که م... که اگر عزیز رویش در یک جای وجود داره یا تبسم در جای وجود داره یا, یا مرکز فعال جامعه مدنی هم از اینا رو به شبکه های فعال ارتباط بدیم دو به یک بحث ملی بریم یک بحث ملی سرتاسری که بگویم مشکلات ما چیز طبقه بندی از این چیز و چطور علویت قائل میشه؟ و سه یک بحث دومی را برای که رای حل چیست چاری بنیادی چیز و چهار ای بحث در فضای احترام متقابل بوجود بریم و پنج ای بحث تمرکز بتیم سر دو هزار, و دو هزار و از نگاه اقتصادی یک طوفان است دو سال است که ما هم دولت افغانستان میگم هم جامعه بین ملیده. اما بدبختانه آمادگی ما بر از این مجادله با این طوفان نهایت کم است و امروز اگر صبر کنیم و فرصت از دست بتیم سبا پیشون خود باشیم از توجه نهایت تشکر خداوند داشته باشیم تا <تصفح> دیر